شاگرد عزیز سلام، امید است که صحتمند و تندرست باشین و به امید پیروزی ها و موفقیت های هرچی بیشتر شما درس امروز خدا آغاز میکنیم. به نام خداوند بزرگ، قسمی که شما میفهمین سنف هفتم هستین، مضمونی که میخونین کیمیا، موضوعی که امروز فعلا ما شما برای صحبت میکنیم انواع تعامل کیمیایی میباشه که از اون جمله ما تعاملات تجزیوی را در نظر میگیریم. درسی که میخونین درس ششم میباشه، صفحه 45 کتاب تان است، فصل سوم میباشه و آدابی که شما دنبال میکنین یا ما دنبال میکنیم در درس میباشه آداب آموزشی. از شاگردان یعنی از شما انتظار میرود که تا ختم تدریس به آداب زیر دست یابد. یعنی زمانی که ما درس ختم میکنیم اینی آداب ما باید برآورده شود. یک، دانستن تعاملات تجزیوی و تبدیل شدن یک ماده، یک ماده کیمیایی به چندین ماده کیمیایی دیگه میباشه. یک هدف. هدف دوم، در نمودن خواص انفجاری مواد کیمیایی و تشکیل اجزای کوچکتر آن. و هدف سوم، انجام تعاملات تجزیوی در امور روزمره. اینی اهداف می باشه که ما شما در درس دنبال میکنیم. خب بخیر، ما شما شروع میکنیم. البته اهداف آموزشی را بر شما خواندم. خب اینان پیش از اینکه ما شما درس خود را شروع کنیم، من یک مرور میکنم بالای درس گذشته. به یادتان میاد که درس گذشته تان روی کدام موضوع بود؟ آفرین، تعاملات کیمیایی و تشکیل مرکبات بود که البته ما شما بالایی صحبت میکنیم. شما در درس خواندین که مرکبات کیمیایی هستن که زمانی که داخل تعامل کیمیایی میشن به هیچ نوع حرارت ضرورت ندارن. اون تعاملات شما برام تعاملات چی که یاد کرده بودیم؟ به نام تعاملات اگزوترمیک یاد کرده بودیم. مثلا ما گفتیم که هرگاه مرکب پتاسیم کلوریت هست که یک مرکب کیمیایی می باشه، ما این حرارت بدیم، این تجزیه می شه به پتاسیم کلوراید و اکسیژن. و دیگه تعاملات اندوترمیک بود. تعاملات اندوترمیک، ترمیک ما شما گفتیم، عبارت از تعاملات می باشند تا زمانی که بر مواد کیمیایی ما حرارت ندیم به هیچ صورت یا با هم تعامل کردن نمیتونن و تشکیل مرکبات نموده نمیتونن. بس اون روز قبلی ما و شما این می موضوعات بود. دیگه موضوع کاتالیس بود، گفتیم کاتالیس ها عبارت از مواد کیمیایی میباشن که زمانی که داخل تعامل کیمیایی میشن سرعت تعامل زیاد میسازن، اما خودشان در تعامل سهم نمیگیرن، حصه نمیگیرن و در ختم تعامل به مقدار اصلی خود حاصل میشن یا به وجود میان. که البته اگر من این تعاملات نشه کنم بر شما مشکل زا می باشه. از او خاطر در سنف های آینده انشاءالله یاره شما بیشتر و زیادتر بالتی تعاملات گپ می زنین و یاره می خوانین. شاگرده نازنین، آل من یک سوال از شما دارم. سوال قسمی می باشه که آیا گای انفجار بارود و یا کنم مواد کیمیایی دیگر شما در چهار طرف تان یا در شهر تان یا از طریق تلویزیون شنیدین یا نه؟ یک ثانیه بالاش گپ بزنید. بسیار خوب. خب بسیار خوب، آفرین. خب شما کدام وقت تعاملات انفجاری را دیدین یا نه؟ بله دیدین. در کجا؟ در شهر، در ولایات، در قریجات، در انواع و اقسام جاهایی که ما شما درش بود و باش داریم ما تعاملات انفجاری را دیدیم. دیگه بالاش رو قدر صحبت نمی کنیم. خب عالم یاییم شاگرد عزیز، ما شما بالای تعاملات تجزیوی میگیم. نظر به تحقیقات و تجارب انجام شده میتوان گفت که مواد جدید در نتیجه تعاملات کیمیایی حاصل میشه. مثلا هرگاه یک مقدار اکساید سیما و دیاکتیستیو پرتیم به این حرارت بتیم در نتیجه میبینیم که اکساید سیما تجزیه میشه با چی؟ با اکسیژن و سیما. که این نوع تعامل بنام چیاد میکنیم؟ بنام تعامل تجزیوی یاد میکنیم. اینجا در کتاب تان گفته که هرگاه ما یک چیز سیوپ پاک خشک بگیریم در بینش یک مقدار اکساید سیما پرتیم، بعدن ای را حرارت بدیم، در نتیجه این تجزیه میشه به سیما و اکسیژن. که در نتیجه اینمی تعامل ما و شما به نام کدام تعامل یاد میکنیم؟ به نام تعامل تجزیوی یاد میکنیم. که البته
شاگردای عزیز ای تامل ما میتونم که برای تخته براتان نوشته کنم و شما به این شکل ای را توضیح میکنین و بعدا ای را یاد میگیرین. تامل تجربی. اکساید سیما. زمانی که ما ای را حرارت میدیم، حرارت ما قبلا گفتم که نوشته میکنیم حرارت یا به شکل دلتا نشان میدیم یا به شکل هیت اگه ما نشان بدیم، به هر شکلی که نشان بدیم، مانعش این میباشه که این تعامل بدون حرارت امکان نداره که تعامل کنه و مرکبات جدید بسازه. پس این حال وقتی که ما اکساید سیما به حرارت میدیم، این تجزیه میشه به سیما اجی جمع اکسیژن. خب قراره که قبلا ما شما گفتیم این مدلگک یا کمگک توزین بسیار کوچکم کار داره. قسمه که ما بر توزین از این مدله، چون که یکش به حالت گاز می باشه، ما میتونیم که از روی گاز تعامل چی کنیم؟ تعامل توزین کنیم. ما قبلا هم بر شما گفته بودم هرگاه در تعاملات کیمیایی یکی از محصول تعامل یا یکی از مواد اولیه یا تعامل کننده به شکل گاز باشه، بهترین شکل چیز که ما از روی اورمو گاز مدله خود چی کنیم؟ مدله خود توزین کنیم. پس اینجا میبینیم یک سیما، یک سیما، یک اکسیژن، دو اکسیژن. پس اینال اینجا میبینیم که اکسیژن ما به شکل گاز است. ما این از روی ازی توزین میکنیم. ببینیم چند دان اکسیژن داریم؟ دو دانه. چند مولکول اکسیژن؟ بسیار خوب. آفرین. یک مولکول اکسیژن. پس یک مولکول اکسیژن یا دو اتم اکسیژن، اینجا یک اتم اکسیژن داریم. فورا ما اکساید سیما ضرب چند میکنیم؟ ضرب دو میکنیم. یعنی فورا پیش روی سیما چه میکنیم؟ یک دو نوشته میکنیم. یا اینمی دوی اکسیژن دستکش میاریم، میگیریم و میاریم در پیش روی اکساید سیما میمانیم. مدله تقریبا در حالت توزیل قرار میگیره. دو سیما، یک سیما. سیما ضرب چند میکنیم؟ ضرب دو میکنیم. یک دو اینجا نوشته میکنیم. دو اکسیژن، دو اکسیژن. مدله چی شد؟ مدله توزیل شد. پس اینال مدله رو به شکل عروفی نوشته میکنیم. اکساید سیما. این را حرارت میدیم، تبدیل میشه به چی؟ به سیما. جمع اکسیژن. انشاءالله شاگردان از این مدله را یاد گرفتین. این مدله قبلا هم بر شما کار شده. بسیار خوب. حالا ما چی میکنیم؟ این را میره توسط یک تجربه اجرا میکنیم. خوش شاگردای نازنین، آن ما و شما امی تجزیه شدن اکساید سیما و که بالای تخته نوشته کردیم این را عملا کار میکنیم یا میبینیم. ببینیم ما چی داریم اینجا. یک عدد تیستیوپه، تیستیوپه کاملا پاک و خشک میباشه. این را میمانیم. دیگه گیرا و پایه داریم، برزی که ما تیستیوپه خود را محکم کنیم. گیرا و پایه. دیگه مواد کیمیایی که داریم که ماده بسیار مهمه، مرکیوریک اکساید یا اکساید سیما. ببینید چقدر رنگش مقبول است. دیگه بالون گاز میباشه که البته همراه ازی همگی ما و شما آشنایی داریم. بالون گاز و دیگه گوگرد میباشه. حالا ما شاگردای عزیز چی میکنیم؟ تیستوپه توسط گیرا با پایه محکم میکنیم. بعد از چی میکنیم؟ اکساید سیما با در بین تستیوب میندازیم. مطابقش دوباره در بین بوتل میندازیم و سرپوش بوتل رو محکم میکنیم. متوجه باشین زمانی که شما همراه مواد کیمیایی کار میکنین یا سر و کار دارین، زمانی که شما مواد کیمیایی را از بوتل میکشین یا میگیرین، بوتل را سرش را بسته میکنیم و در جای محفوظ میمانیم. زمان از او رسیده که ما این را چی کنیم؟ این را حرارت دهیم. منتها یک موضوع را من بر شما بگویم
زمانی که ما مواد کیمیایی رو حرارت میدیم باید روی امی تستیوب به طرف خود ما ودگاه نباشد. چرا؟ ورزی که بعضی مواد کیمیایی هستند که با افزایش درجه حرارت یا انفجار میکنند یا به حساب از مو خود تستیوب سرازیر میشه، از او خاطر ورزی که خدای نخواسته بر شما آسیب نرسانه یا بر استاد آسیب نرسانه، ما چه میکنیم؟ میگیریم روی تستیوب و طرفی که هیچ کس در مقابلش قرار نداشته باشه ما این را قرار میدیم. آره بالو نواز میکنیم. و این را حرارت میدیم و شما میبینین و بعدا مشاهداتتان از جریان از تجربه در کتابچایتان در خانه نرشه میکنیم. ببینین که با حرارت دادن مواد داخل تستیوب رنگ مواد چی میکنه؟ نگ رنگ مواد تغییر میکنه؟ ببینید داخل میکنه شعله کم میشه، اما وقتی که بیرون دوباره شعله چی میشه؟ شعله زیاد. الاشی میباشه که در اینجا اونمون موادی که شما بینین یا گازاتی که میبینین به اطراف داخل جدارهای تستیوب حرکت میکنه، عبارت از گاز چی میباشه؟ عبارت از گاز اکسیژن میباشه. آن شاگرده عزیز میبینین که در اثر سوختن اکساید سیماب اکسیژن آزاد میشه، یعنی تعامل تجزیوی صورت میگیره، سیماب حاصل میشه به همراه اکسیژن. حالا اگر ما آتش رو خاموش کنیم و سیماب رو ببینیم و قسمی که شاگردای عزیز شما میبینین اکساید سیماب و سیماب با هم مقایسه میکنیم که از نقطه نظر رنگ با کلی با هم چی دارن؟ با هم متفاوت میباشن. این اکساید سیماب قبل از تعامل و این سیماب بعد از تعامل. خوش شاگردای نازنین، امید است که درس برشان برای شما و همچنان اجرای تجربه برای شما دلچسب و مفید واقع شده باشه. آره میاییم بالای یک فعالیت دیگه. این تجزیه کاپر دو هایدروکسی کاربونیت یا ملخایت میباشه. آیا کدام وقت شما نام ملخایت شنیدین؟ یا به حساب زیورات در کلک کدام خانم دیدین میره یا نه؟ کی دیده؟ بسیار خوب. ملخایت یا ملخیت دارای رنگ سبز میباشه و معمولا برای ساختن گوشواره و انگشتر و متباقی جواهرات ازش کار میگیرن یا استفاده میکنن. اینال ما و شما اینا میره تجربه میکنیم و بعدم باز میاییم برای معادلش. پیش از اینکه من تجربه را اجرا کنم اول فرمول ملخایت یا ملخیت را نمیشه میکنیم و بعد نیره حرارت میتیم. میبینیم که با کدام مواد تجزیه یا پارچه میشه. ملخیت یا ملخایت، ملخیت یا ملخایت میباره. فرمولش CU یعنی دو اتم مس، دو گروپ OH، OH2 و یک گروپ کاربونیت COC. ملخیت یا ملخایت میباره. هر با ما شما ملخیت یا ملخایت حرارت بتیم باز هم این تجزیه میشه به کاربونیت مس، آب و گروپ کاربونیت اینجا تجزیه میشه و گاز کاربون دای اکساید آزاد میشه. اینال میره پاک میکنم، دوباره نوشته میکنم خوردتر که همه شما ببینین و بفهمین. CU دو خواهد شروع، OH دو دفعه، COC ملخیت یا ملخایت. این را حرارت میدیم. وقتی که حرارت دادیم طبعا روابط بین اتم های مس، اکسیژن، هایدروژن و گروپ کاربونی چی میشه؟ قطع میشه. اگه ما شما فرمول زیر نوشه کنیم میبینین کاربونیت داریم. این را نوشه نمیکنین، فقط معمولتو بر شما میگویم. مس
اینجا میگستو میذاریم. اینجا گروپ اویج و اینجا هم گروپ اویج. اینی فرمول ساختمانیش میباشه که ما به این شکل نوشه میکریم. در کتاب ها من به این شکل نوشه میباشه و ما شما به این شکل دیر نوشه میکریم. اینانه اینجا رابط بین گروپ های اویج، کاربون یا با کلی چی میشه؟ قطع میشه. وقتی که قطع شد سیو یکتوم سیو یکتوم سیو امرای گروپ کاربونه جمعن میسادن سیو سی او سی. یعنی کاربونه چی رو میسادن؟ کاربونه میس دوبلانتر رو میسادن جمع. گروپ های اویچ با هم یک جای میشن، یعنی دو اتم هیدروژن با اکسیژن یک جای میشه، تشکیل آب میکنه جمع. و مطابقی چیزی که تشکیل میشه از اینجا باز از کاربونیت کاربون اکساید به شکل گاز آزاد میشه. به شکل فعلا مدل ما بین ما قدر به شما نوشته میکنم. این توزین کار داره، توزینش یک کم مغلق پیچیده میباشه، از او خاطر بر شما فعلا ضرور نیست و در سلوپ آینده انشاءالله این را میخونید. فقط این را میخونید میخونید که ملخات یا ملخات فرمول CO2H2 CO3 میباشه. زمان که ما این را حرارت میدیم توسط حرارت تجزیه میشه به کاربونیت مس، یعنی مثل اینجا مثبت دو بلانس ها میباشه، آب میسازه و کاربون دای اکساید آزاد میشه. به این شکل اینان این را ما و شما چی میکنیم؟ این را تجربه میکنیم. شاگردای عزیز، آره ما امی ملخایت یا ملخیت که تجزیه کردیم توسط حرارت ما این را عملا اجرا میکنیم. یک عدد استیپ پاک خشک داریم که اینجا محکم کردیم، گیرا و پایه میباشه. دیگه بالون گاز میباشه باعث منبع حرارت یا سوخت و ملخیت یا ملخایت میباشه که البته با بوتلش خواه. یک مقدار ملخیت یا ملخایت ها در بین تسیوب مندازیم. خوش آورده عزیز، پیش از اینکه ما تجربه خود اجرا کنیم، تجربه را کاملا عیار ساختیم و در داخل تیسیوپ هم یک مقدار ملخیت یا ملخیت انداختیم. اینال این زمانی که ما تجربه را اجرا میکنیم باید دانه تیسیوپ به طرف شاگرده یا به طرف خودمانه باشه تا اینکه خدای نخواسته باعث کدام مشکلات بر ما نشود. گاز روشن میکنیم. زمانی که شما تجربه رو میبینین و زمانی که تجربه ختم میشه مشاهدات خود چی میکنین؟ در کتابچه یادداشت میکنین. البته قسمی که شما میبینین در اثنای تجربه زمانی که ما برای مواد تعامل کننده حرارت میدیم رنگ مواد از حالت آبی تبدیل به رنگ چی میشه؟ تبدیل به رنگ سیاه شد. تبدیل به رنگ سیاه میشه و اینویز که طبعا تعامل ما صورت گرفته یا تجربه حاصل شده. پس ما میگیم که تعاملات تجزیوی عبارت از تعامل میباشه که یک مرکب کیمیاوی در اثر تعامل به دو یا چند مرکب چی میشه؟ تجزیه یا پارچه میشه. و البته تشکیل شدن آب هم در جدارهای تستیوب شما میبینین یا مشاهده میکنین که به شکل خطرات بسیار کوچک به اطراف جدارهای تستیوب چی شده؟ تشکیل شده و
خود ملخایت هم یا ملخیت هم تجزیه می شود به کربنیت مس، آب و گاز کربن دی اکساید. که البته کربن دی اکساید به شکل گاز از طریق دانت سیوب خارج می شود، آب به جدارهای سیوب چی می شود؟ تشکیل می شود و خود کربنیت مس به شکل ماده سیارنگ در قسمت قاعده یا پایین تستیوب باوجود میاد یا حاصل میشه. خب انشاءالله تجربه رو دیدین و یک موضوع دیگه هم زمانی که ما گوگرد مشتعل یا روشن شدگی را داخل تستیوب میکنیم، شما ببینید که شعله کم شده میره و وقتی که میکشین دوباره شعله چی میشه؟ شعله زیاد میشه. علت چی میباشه که کربن دی اکسایدی که در اینجا حاصل میشه زمانی که ما گوگرد مشتعل یا روشن داخل تستیوب میکنیم باعث خفه شدن امو آتش میشه. خب انشالله ای را در کتابچه ها یادداشت میکنین. حالا من یک ارزیابی مختصر میکنم، بعدا برای شما چی میدم؟ کار خانگی. خب شما بگین که تعامل تجزیوی چی نوع تعامل میباشه؟ تعامل تجزیوی طبعا تجزیه میشه، به اجزای کوچکتر این تجزیه میشه یا پارچه میشه. این تعریف میکنین. دوم، سوال دوم، معادله تجزیه شدن اکساید سیما و توسط حرارت بنویسید. اکساید سیما اول نوشته کردم، اکساید سیما و زمانی که حرارت میتین تجزیه میشه به سیما به همراه اکسیژن. اینمی معادله رو نوشته میکنین، بعدا توضیح میکنین. خلاص. و سومش، معادله کیمیاوی تجزیه شدن ملخاید را بنویسید. گرچه ضرور نیست، خب باز هم خوب است چون که کیمیا میخونین. معادله تجزیه شدن ملخایت ها توسط حرارت، این حرارت میتین نوشه میکنین کاربن چمیز نامش نوشه میکنین جمع آب و جمع گاز کاربن دای اکساید. این تجزیه ها پارچه میشه و اینمی خود کاربن دای اکساید. زمانی که ما گوگرد مشتعل داخل تستیوب میکنیم میبینیم که شعله بسیار خفیف میشه، یعنی گوگل نکشیم گل میشه. علت چی میباشه؟ که خود گاز کاربن دی اکساید یک گاز خفه کننده یا خفه قناور میباشه. این مدل رو نشا میکنین. خب انشالله کدام مشکلی ندارین، کدام سوالی ندارین. اگر سوال داشته باشین میتونین که بر من راجع کنین و اگر من نفهمیدم انشالله از دیگاه پرسان میکنم و روز بعدی که آمدیم ما و شما معادله را تعامل چی میکنیم؟ بسیار را حل میکنیم. خب انشالله کدام مشکلی ندارین، هم موضوعات فهمیدین. خب تشکر از اینکه مرا تا ایدم همراهی کردین. به امید موفقیت ها و پیروزی های هر چه بیشتر شما که کیمیا را بخوانین تا زمانی که به مفهوم اصلی کیمیا پی نبردین، سمبول ها، فرمول ها، مرکبات یاد نگرفتین، شما کیمیا را اعلام نتین. خب از توجهتان یک دنیا تشکر. خدا حافظ ناصرتان. خدا حافظ.